هیزم دل را بسازان، عشق ناب چاق کن، با شیرینم مرا فرهاد خود ابلاغ کن. کور را هم نور باشی، کور را هم نور باشین ظلمت اندوه را. باقی این راه را در چشم من اطراق کن. موسم تنهایی هم تب دارد و سوزان شده، حال این فصل مرا با بودنت ییلاق کن. در دلت تأسیس شد بنیاد نشر نازها، انتشارات تو یک جا میخرم ارفاق کن. نیست دینداری فقط بردادن خمس و زکات، ذره ای از بوسه روی لبت انفاق کن. تا فراموشت نگردم یا به دل قابم بگیر، یا که زن پس عشق من را بر لبت سنجاق کن. دوستت دارم دود و گردم تا بدانی عاشقم، هیزمی دل را بسازان عشق ناب چاق کن. گر قبول افتاده این شعر به جوابت مثبت است، پاسخی را پیش من با چشمک ابلاغ کن. یکی توی دلمه فرق داره با همه، آخی عاشقت شدم، اون مال خودمه، اون مال خودمه. سلام افغانای عزیز، وطن دارای گلم، امیدوار هستم حال همگی شما خوب باشه. در هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و خرم زندگی کنین عزیزان دل. در هر جای دنیا هستید عزیزان من، خوب و خوش آرام باشید، دعاگوی شما هستم. یک سلام دیگه دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیزم در سراسر دنیا، امیدوار هستم همگی شما خوب بوده باشید عزیزان. خواهرای بسیار دوست داشتنی من که از افغانستان بر من پیام ها دادن و در اینستاگرام از مزار شریف عزیزان، یاسمین جان بود به نظرم، یاسمین جان بود یا یاسمین جان بود. خو عزیزان ما دیگه، دخترای بسیار مهربان و زیبای ما از کابل زیبا، از وطن زیبای خودم عزیزان، از سراسر افغانستان، از هرات باستان، بسیار زنا و دخترها بر ما پیام ها دادن و سلام و سلامتی فرستادن. امیدوار هستم که هر چی زودتر سایه سیاه و سایه نکبت این مزدورای پنجاب از سر شما ها پس شوه و پانتونا واز شوه عزیزان دل، و مکتبا واز شوه و عزیزان ما دوباره شروع کنن در زندگی خوب و خوش آرام را. عزیزان دل، فرق نمی کنم از افغانستان بیرون هستم، باور به خدا کنین بسیار دلم بر شما ها تنگ است و نمیتونم کاری بر شما ها بکنم. یعنی هر لحظه ای که من تیر میشم میبینم که مکتبا بسته است و پوهنتونا بسته هست. یعنی هر روز برای من یک سال تمام میشه که شما چرا خانه نشین شدین و چرا این کار با افغانستان شد و چرا اینا آمدن افغانستان. البته عزیزان دل، سوالات بسیار زیادی برای کل ما پیش میایه، برای تو، برای من، برای همه خواهران ما که میگن که چرا ایتو شد، چرا افغانستان دوباره طالب آمد گرفت. و خو عزیزانی دل، همون قسم که شما نمیفهمین، من نمیفهم که یک شبه غنی با کل سرمایه مردم گریخت و افغانستان داد دست مزدورای پنجاب و پایلوچای بسواد. دوستتان دارم، هر جای دنیا هستید فقط دعا میکنیم و شما هم دست بر ندارین از کارهایی که میکنین که اعتراضاتتان یا مثال از حق خودتان دفاع میکنین. عزیزان من، اگر میتونین در خانه نشینین، ولی من میفهمم که وحشی ها رحم ندارن، سعی کنین مواظب باشین خودتان در دست اینا نیفتین. عزیزان دل، خواهرای بسیار دوست داشتنی من، سلام کلتان امروز علیک گفتیم و چشمانتان را از راه درو می بوسم.
و دختر زیبا و بسیار مقبول ما از شهر زیبای سریپول که عزیزان دل بسیار جای تعجب است بر ما، که بر ما گفته خاله جان، خاله سارا سلام، ما دختر فلانی هستم و نام مادرش گفته که هیچ یادم نیست، گفته تو همراه مادرم یک جای کلان شده و در یک منطقه و مادر ما بسیار مریض است. ما یکان دفعه ویدیوهای شما را نشان میتم که نام خود عزیز ما فاطمه هست، فاطمه جان قند، که بر ما سلام بسیار گرم و فرستادن و گفتن که ما بسیار شما را دوست دارم، دختره که بسیار زیبا و مقبول ما هم تو را دوست دارم، سلام های مرا بر مادرتان برسان از صفحات بسیار کوچک کمره یا تلویزیون، دوستتان دارم عزیزان ما، هر جای دنیا که هستید شما هم خون ما هستید، شما یعنی افغانا، زنای افغان و دخترای افغان هر جایی هست فرق نمیکنه که پشتون باشه، ازبک باشه، تاجیک باشه، هزاره باشه، یا ایماق باشه، یا پشه‌ای، کلشان هموطنای ما هستن. عزیزان دل، ما امروز تشکری خواستی از کلتان میکنم برای کامنت های بسیار زیبایتان، و چند روزی هست که من دو تا ویدیو را با کالای افغانی گرفتم براتان، بسیار زیبا بود و این کالا را بسیار دوست داشتم، یعنی بسیار دوست داشتنی لباس هست که خیلی ها بر من بسیار پیام ها میتن و در اینستاگرام و در فیسبوک و در تقریبا در تیک تاک هم دو سه تا پیام گرفتم که شما چرا با این کالا ویدیو جور کردین و این کالا را نباید می پوشیدین و شما باید گندی هزارکی پیدا می کردین می پوشیدین، و بسیار گپ ها زدن عزیزان دل که مردم ما متاسفانه هیچ وقت نجات پرستی از روی مردم افغانستان برداشتن نمیشه، هرچی من اینجا میم خودم هم میکشم که بر من فرق نمیکنه، پشتون، هزاره، ازبک، تاجیک، یعنی همه افغان ها خواهر و برادران من هستن، بازم اینا نمیفهمن، اینا بر من بعضیشان دستور میتن و بعضیشان از من گلایه میکنه که تو چرا با کالای افغانی ویدیو جور کرده یا او چرا او را پوشیده. خو عزیزان دل، من پیش از این که بر شما بگویم، من پیش از این که بر شما گفته باشم که من یک هزاره هستم و اصلیت من یک افغان است، او کالایی هم که ما پوشیدیم، مو کالا یک سمبولی هست از لباسهای افغانستان یا از کالاهای افغانستان که ما او را پوشیدیم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که قدر برادرای ما یا خواهرای ما، البته زیاد نه، چند تا بر ما پیام ها دادن که من هیچ وقت فکر نمی کردم که اینا قدر تا ای اندازه فکر کنن و فکرهای منفی بکنن. بازم من دوستتان دارم، شما اگر بر من کالای هزارگی روان کنین که من ندارم، اگر شما روان کنین چرا من نمی پوشم، ولی وقتی از من ناراحت نباشین و از من چیزی را که من خوش ندارم شما نخواهین که یعنی چرا تو گندی افغانی رو پوشیده یا کالای افغانی رو پوشیده. اولی که گفتم کالا کالایی هست که سالها در افغانستان او یک سمبول بوده بر مردم افغانستان، در اتن موی پوشیده را در نوروز باستان که میشد را میپوشیدن مردم ها، اگه یادتان باشه از زمانهایی که ما بسیار خرد بودیم داود خان میامد، یادم هست ما را نبرده بودن که وقتا میامدن تعریف میکردن میگفت نه عزیزان دل، داود خان نبود، یک رئیس جمهور دیگه بود، نمیفهم که بود، که در سریپول زیبا بسیار عتن میشدن اینا، پیش یمو والی و اینا میرفتن، که ما بسیار خرد بودم که پدرم، من از پایان نمیدیدم، پدرم روی شانش گرفته بود که من میدیدم دخترها با همی کالاها عتن میکردن، یعنی چیزی را از من نخواهین عزیزان دل که من نجات پرستی در من نیست و من هیچ وقت خوش ندارم که در بین افغان ها من خود بگویم که نه، من هزاره هستم، تو پشتون هستی و تو ازبک هستی و من تاجیک هستم و من پشتون هستم، تو تاجیک هستی، این چیزا نباید باشه، لطفاً پلیز، من از شما میخوایم دیگه درباره که من چی میکنم چی نمیکنم دستور بر من نتین، واقعا اگر مرا دوست دارین خواهرانه برتان میگم، بر من فرق نمیکنه، اگر از او کالاها من داشته بودم حتما میپوشیدم روم، چون من کالای وطن بسیار دوست دارم، یعنی ندارم دیجا، خوب من چون سالهاست از افغانستان دور هستم،
یعنی از سال 2000 آخر، از زن من از آخر 2008 که من از افغانستان برآمدم، یعنی چند سال میشه من از او کالاها ندارم. این همی گندم که من نگاه کرده بودم و داشتم و تا حال رام ایرا نمیفهم چی قسمی مانده، چون گند خیلی پوشیده نمیشه. به خاطر همون من ندارم، اگر می داشتم من اگر کالای تاجیکی باشم میپوشم، کالای هزارکی باشم میپوشم، اوزبکی باشم میپوشم، من کلشان بر من لباس خودم است، فرق نمیکنه. من هیچ وقتی، من همیشه با نجات پرستی مخالف بودم و همیشه گفتم که فرق نمیکنه که یک دختر هزاره باشه با یک پشتون آرسی کنه، چرا نی؟ و یا یک دختر پشتون با یک هزاره آرسی کنه، چرا نی؟ ما دشمن خونه استیم، طالب آمده ما را با این ما دشمن کردن. و هیچ وقتی خدای نکرده پشتون آمده برادر آزارش نمیکشه، یا تاجیک برادر آزارش، یا ازبک برادر آزارش. خو عزیزان دل، اینا را میمانیم. خیر است که بعضیا بسیار برای ما گبایی تون زدن که ما بسیار تو را دوست داشتیم، ولی تا این حد فکر نمی کردیم که تو مثال نادان باشه که تو کالای افغان پوشیدی یا کالای افغانی رو پوشیدی. من هیچ وقت خودم نادان فکر نمی کنم. تو برادری که من تو گفتی، خب البته هر کس دم اندازه خودش، عزیزان دل، فهم و درکش از همو قکه از خودش هست، از کسای دیگه هم هست. ما بازم دوستتان دارم، برادرای ما هستین و خواهرای ما هستین، چی تاجیک باشین، چی هزاره، چی پشتون، چی ازبک، بر ما هیچ فرقی نمی کنه، چی ترکمن. خواهر جان دل، امروز داستانی را دارم از خواهر ما در فعلا، عزیزان دل، داستانی را دارم از خواهر ما که از شهری باستانی، از شهری زیبا و باستانی هرات، عزیزان دل، که فعلا هم در هرات زندگی میکنن، میگه بسیار زندگی سخت و اینه، بسیار زندگی دردناک را دارم. خواهر عزیزان دل، خواهر زیبای ما چند وقتی بود که نامش فرستاده بود بر من که من بسیار مشکلات دارم و از مشکلات من خبر بگیرین و مرا چرا با ما در تماس نمیشی، که من خیال میکردم که خواهر ما در کمک مالی و اینا ضرورت داره. خواهر عزیزان دل، بازم من بارها برتان گفتم که من نمیتونم شخصی کسی را کمک کنم. اگه کمک میایه در هرات، کمک میشه یا در کابل یا در هر جایی، ما از طریق ارگانیزیشن ها بسیار پیشنهادات میکنیم بر مردمایی که کمک میکنن اونجا را، و ده همو یک مقدار سهم میگیریم. ولی یگان دفعه ما که خود ما شخصا بر یگان کسی یک مقدار کمک میکنم، یا از طریق یگان فامیل یک چهار نفره برش یک قبرین جروغن که میخرم، همی بر ما یک، یعنی زیادتر از این نمیتونم. که من فکر میکردم که این گبا هستن نیست، خواهر ما این گبا نبوده، خواهر زبای ما مشکلاتش مشکلات فامیلی بوده و مشکلات خانوادگی که در هرات هستن. خواهر بسیار زیبا و دوست داشتنی ما که سالها پیش اینا در هرات در دنیا میایند، که اینا 4-5 ساله ایران میرن، ایران میرن عزیزان، اینا در ایران کلان میشن در شهر شابدلزیم یا شهر ری، یا ری گفتن یا شابدلزیم، اینا همونجا کلان میشن، همونجا آرستی میکنن و در همونجا صاحب یک فرزند میشن، که اینا افغانستان یک کمی جور میشه، یعنی بعد از که طالبا گم میشه، بعد از آمدن امریکا در افغانستان و دولت کرزی، اینا هم آخرای سال میه که کرزی رئیس جمهور بوده که باز غنی میشنن، اینا میان پس افغانستان و شوهرش یک بزنس باز میکنه، اینا در هرات زندگی میکنن. عزیزان دل، وقتی که میگه شوهرم تا زمانی که بزنسش شروع نکرده بود آدم بسیار خوبی بود و با هم زندگی ما بسیار زندگی آرام و بی درد سر و بی دغدغه بود، که خلاص ای بزنسش شروع کرد و صاحب یک مال و منال و کم زیاد شد، میگه شروع کردن اینا در فکر خوشگذرانی و که چطور وقتش با زنا تیر کنه و چطور با زنا بگذرانه. عزیزان دل، ناخونم میده شده، خیلی کندم. خب عزیزان دل، میگه شروع شد
زنکبازی و خرابکاری ها و کارهایی که مرا زجر می داد و مرا می سوزاند و من بسیار رنج می بردم. میگه خلاصه بعد از 2 سالی با یک دختری خیلی اینا عاشق و معشوقی هم دیگه که ایده من گفت که دختر سر من صدا زده، من مجبور هستم این دختر رو بگیرم. خو عزیزان دل، میگه دختر من نمیتونستم مخالفت کنم، چون اگه من مخالفت میکردم باید من از این طلاق میگرفتم و اولادم، یک اولاد در ایران کرده بودم و یک دومیرم در ایراد کردم و من مجبور بودم که از این طلاق میگرفتم، ولی اگه طلاق میگرفتم یه اولادای من رو میگرفت. میگه من مخالفت نتانستم، ولی یک مقدار جنگ و دعوا و اینا کردم ولی نشد. اینا بالاخره او دختر گرفتن و آوردن توی کردن خانه. این یک مدت شیرنی خورده بوده. خوال عزیزان دل، من خلاصه براتان میگم. میگه وقتی که دختر آوردن آروس، یعنی انباغ من تقریبا از سر من بسیار خورد بود. وقتی که دختر اینا گرفتن، دختر 13 ساله یا 14 ساله، امو که دختر میگه ای کتزی جور شده بود و چه قسمی بود که آخر ای را خواستگاری رفته بود، فامیلایشان داده بود ای را در سر زن و در سر اولاد، که من هم 2 اولاد داشتم، هم من یک دختری درس خوانده و سواددار بودم و یک دختر بسیار هوشیار. خو عزیزان دل، میگه ما اوی زندگی رو شروع کردیم که این دختر انباغ ما که خورد بود از سر ما بسیار، یعنی با ما روی بد میکرد، یه گپ میشد میگفت مرا در سر تو گرفته و تو اگه زن بودی مرا چرا میگرفت و خلاصه خلاصه بسیار جنگا میکردیم ما در خانه. اینقدر جنگ ما بالا میرفت که مردکه از دست ما اوی در مانده بود، یعنی لدکوب همیره میکردم مرا، که یک روز مردکه گفت من کاری میکنم که شما دوتا از جنگتان پشیمان شوین. میگم من خندیدم گفتم چی کاری بدتر از اینکه رفتی ایره در سر من گرفتی که تو از این کدام بدتر هم میخوای مرا انتقام بگیری از من؟ گفت باز من میفهمین. خلاصه میگم ما اویی بین خود جنگ داشتیم که یک روز شوهرم یک زن خانه آورد. خانه آورد، میگه خانه ها را برش اتاقا را نشان داد، گفت ها یعنی میمان خانه از تو باشه، اینجا میتونی زندگی کنی. میگه ما و ای همه تو سعی میکردیم که ای چرا ای کار کرده، ای کی هسته؟ میگه ما پرسیدیم، گفتیم همسایه آورده، گفت نه زن سیغه ایم هستم، سیغه کردیم. میگه من رویشم روی من طرفش کردم، گفت یعنی چی که زن سیغه ایت هستم؟ میگه تقریبا هم سن و سال ما و زن. گفت ما 5-6 ماه هسته که امرای سیغه کردیم و ای عامله شده، ای رد خانه خودم آوردیم، گناه هستم. ما برتان گفته بودم که من یک کاری میکنم که شما دوتا از جنگ بفتیم. میگه خلاصه این زن سومی را در خانه آورد و این زن کاری ما نداشت، ولی ما نان ما یک جای بود، 3 تا باید یک دیگ کاسه نان میخوردیم، کی خورترک هم کته او میزد هم کته من، هم کته او میزد هم کته من. میگه لدم میخورد از شوهرم به خاطر که جنگ میکردیم، ما بسیار گبای بعد و میزد و دیگه میکرد و از مادر شوهرم میگفتم و جنگ ما میخست و خلاصه جنگ دو تنباغ عزیزان، 3 تنباغ سخت است، اینی تا اندازه ای را که مرد دم بسر میشه. ای یک مثال است که میگه مرد 3 زنه جایش در مسجد است، یعنی قدر جایش بر از زندگی تلخ میشه که در خانه نمیتونه خواه کنه. خو عزیزان دل، میگه ما چند وقتی را با هم دیگه تیر کردیم، یعنی مدتی که انباغ خوردم اولاد کرد، اولاد اول شد، کلانم اولاد امی که سیغه ای آورده بود یام بچه کرد، ای انباغ خوردم بچه کرد و میگه من همه دوتا یک دختر یک بچه را داشتم، من دیگه اولاد نکردم، خوشم نداشتم که دیگه اولاد کنم، امی دوتا بر من بس بود، بسیار از درون سوخته بودم که در سر من رفتنی را گرفتن و من حیران بودم که چطور کنم. عزیزان دل، میگه ای انباغ خورتر بسیار در خانه جنگ میکرد. میگه ای سیغایی هم خب نکای دایم شد که شوهر من، ای هموجا 6 دیگه ماند مندگار شد که من در شوهرم گفتم میری یک دفعه ای گرفته، گفت نه پسی را پس ایلا کنم، نمی کنم ایلا، من تو خوش دارم که زن زیاد داشته باشم. عزیزان دل، میگه خب ما 3 تا زن بودیم در خانه. میگه یک روز من خندیدم، در یه انباغ خورد جنگ کرده بودیم، میگه درش گفتم زیاد بدی نکن که چارومی رو نگیرم. گفته او چارومی رو بگیره که چی تو میکشو میشه.
گفته تو بکشم که دودو شکست نبینه، گفته تو گمش کنم که گفت بان بگیره که ببینم چی میگن. میگه شو که شویش آمده، البته زن سقیهی در پیش شویش گفته که اینه ای گفته که من اگر زن چارومی را بگیرم من میکشم شم، طوری بکشم که دود شکست نبینه، مواظب خودت باش، اگر سای که اگر نان او کم بر تو میته داخلش کدام چیز نندازم. میگه دو تا اولاد داشت، خلاصه این مردکم میگه گفته خو چی پوف و پتاک کده امروز من نبودیم؟ گفته من میکشم را. گفته آه اینا مرا گفتن تو زن چارومی را میگیری؟ گفته من اگر چارومی را بگیری من میکشم. خب خلاصه میگیره خوب لد کرد و ایرا زد و که تو پدنالد سرد من تو را گرفته، مال تو قصد جان مرا کردی. خو عزیزان شوش که بود میگه شو آمد مردکه در خانی مخو کرد که آمد بسیار اشتباه کرد و میره گرفتم، بسیار گبازد که من ایرا الهی گرفتم و نباید ایرا میگرفتم، من بسیار گناه کلان کردم که ایرا گرفتم، بسیار نادان و احمق و بسیار جنگره بودم. خلاصه میگه دو تا اولاد داشت که یکش 2 ساله شده بود، یعنی یک بچه کلانش خورده ای اگ 6 ماه 7 ماه هم قاقا بود که گم شد. میگه صبح که یه سر کار رفت و شوهر ما صبح میرفت، یعنی شب میامد بزنس داشت از خودش دیگه داشت، خب ما اولادای ما کلان نبود. میگه ما دخترکم کلان بود، بچگکم خورد که آمد گفت که مادر جان خالم کت دسکولش در تکسی شیش رفت. میگه من گفتم بلا در پسش، البته رفته خانه مادرش. میگه اگه مادر داشت پدر نداشت و بیادر داشت. میگه من هیچ در قصهش نشدم. این زن دیگه از من پرسان کرد گفت چی میگه بچه؟ گفتم این میگه که خالم رفت بلا در پسش، گفت بان بره که هیچ پس نبیایه. میگه خلاصه این رفت و ما تا شوه، میگه شوه مردک آمد گفتی زن کجاست؟ که میامد در او رو باز میکرد. گفتم او صبح دیسکاولش گرفته رفته. گفت چرا دم زنگ نزدی؟ میگه مرا بسیار بیاب کرد و بسیار گبای بد مرا زد. عزیزان دل، همیشه کلانا دختری کلانم باید در خانه زحمت بکشه، زنی کلانم که در سرش قنباق و دیگه میاره باز بس خواستم از اینا میشه. میگه مرا بسیار دو دشنام داد و که من جوابش دادم و مرا زد، کالایش پوشید و پس رفت که من برم خانه مادرش که میره میبینه که خانه مادرش نیست. عزیزان دل که پس آمد و که در حوزه زنگ بزن و برو در حوزه خبر بدی و شو بود دیگه. میگه دیگه او شو خلاصه ای را پیدا نتانست که مجبور آمد خانه خو کرد و صبح باز اول صبح بگرد تمام ایرات که ای را پیدا کو و ای را پیدا نتانست. ای یک ماه کامل میگه مردکه از کار و زندگی ماند، ای را پیدا نتانستی گم شد. ایره خود لاسه میگه پشت ایره ایلا کرد، گفته ایره گم شده، هر جایی که رفته رفته، اینا کابل رفتن و مزار شریف رفتن، خلاصه ایره پیدا نتانست که وقت از وقت کدام تیره گرفته بوده کت کدامی گریخته میره ایران. از ایران عزیزان دل قچاقی میره، بسیار پول پیسه میبره که بسیار از این مردکه ای پول میگرفته که مردکه اول ده اینا نمیگه، پسان میگه که اینا میگه او به پیسه کجا رفته، میگه او به پیسه نبود و بسیار پیسه داشت. او از روزی که عروسی کرده بود و مرتب از من خرجی میگرفت و از من پول میگرفت و تا حالی را و تلاهایشان برده که مردم افغانستان عزیزان بسیار تلاها میخرن برای عروسا. خوی زن میگه ای که رفته ایران، میگه ما شنیدیم که از ایران رفته ترکیه و از ترکیه با کدام بوده با کدام افغانی کی را متو برده و ای را خلاصه ای را از یونان خبر ای را یک که در مردکه داد که نه زن تو در یونان است. میگه این مردکه دیگه در سر و پایش بزن که من میرم از پشتی. میگه من ای را زاری کردم که مردکه او در تو زن نمیشه. گفت نه به خدا میرم اما اولادای ما پس میارم، اگه ای را ارده نتانستم میکشم. میگه ما گفتیم تو نمیتونی در یونان بری اولادای تازو بگیری؟ گفت نه من میکنم. خب افغان دیگه عزیزان دل، مردای افغان تا اینمی زور دارن مستی میکنن، وقتی که بعد دیدن که نمیشه باز میشنن این دفعه چیل گپ زن میزنن. میگه هرچی ما و این باقم زاری کردیم که نرو خدا در بلا نتی، تو اول ما رو تو ما گفتم مرا بدبخت کردی که او را گرفتی، یال میخوایی چی تو از پشت او میری؟ گفت تمام زندگی من سودا میکنم و میرم اولادای ما پس میرم. خلاصه عزیزان میگه بزنس ایلا کرد و
یک برادرش ماند و در سر بزنس و یک مقدار پیسه داشت و میگه طلای مرام گرفت و که بتی من سودا کنم از اونجا آمدم برات میخرم. از او دیگرم هر چی داشت گرفت و که بتی من سودا کنم. یک مقدار پول و پیسه قرض کرد و یک قرض بزنس خودش بود. میگه پاسپورت گرفت و از اونجا رفت ترکیه که من از ترکیه میرم یونان او را پیدا میکنم. خب خلاصه عزیزان دل میگه ای رفت و که من او را میرم میارم. میگه مردکه 6 ماه گم شد. میگه ما از این هیچ خبری نی. زنگ نمیزنه بر ما. میگه من گفتم این مرده. گفتم به خدای رفته اونم جای دگیر افتاده یا دیگه شده این مرده که من ماندم و این زن. میگه دیگه ما و این زنم همچین روزگار خوبی نداریم ولی نداشتیم و جنگا میکردیم بین خود ولی منتظر ازی بودیم که بعد از 6 ماهی زنگ زد که من در ترکیه زندان هستم و یک کاری کنین که مرا از زندان بکشه. هیچ کسی نیست اینجا پول و پیسه بده. من فعلا در زندان ترکیه هستم. میگه خلاص عزیزان دل برام در بیادرش زنگ زده بود که میگه بیادرش آمد که او در زندان است و زندانی شده که ما یالی چی تو کنیم. میگه بقیه بزنس اینا سودا کردن و رفتن از پشت ایره که ایره نجات بتن و از زندان ترکیه ایره آزاد کنن و ایره بیارن. خلاصه میگه عزیزان ایره او دست و پای شکسته و بسیار بی پول و بی پیسه و در بدر و که ایره رفته از پشت زنش که میره در یونان که میره نمیفهم که چی میکنن و چی نمیشه که ایره پولیس میگیره. البته زن میزنه یا پولیس را میگیره ایره پولیس در ترکیه دپورت میکنه که در ترکیه نمیفهم چی میشه که زندان میشه. بسیار داستانش عزیزان دل اینی دردآور و بسیار داستانی پرجنجال و که میگه این وقتی این مرد آمد ایره بیادرش آورد و بیادرش رفته بود یک بچه کاکایش. میگه این وضعیتش بسیار خراب بود یعنی پای شکسته بود که درا شکسته بود البته پای بسته. میگه وضعیت خودی میگه وضعیتی که میدیدی میگفتی از همونایی که در زیر پل سوخته بود بدتر یعنی وضعیت سیار انگورو پریدگی. میگه خلاص هم او انباغ ماندیم و خکت بی پولی و دربدری و یک خانگه که بسیار خورد که میگه ما همو قنه داشتیم که این تمام چیز برد گم کرد یعنی که در سر ما زن گرفت او زن گرفت این زن گرفت باز بزنس اینه تو خراب شد. میگه ما در بدر و گور به گور ماندیم که بالاخره طالب آمد در افغانستان. طالب آمد تا طالب نامده بود خویی مریضی که کارش نمیتانست و روز تا بگاره کت خود یک گوشه میشش فوش میداد که و خدا دگیرم بیایی تو میکنم مره دگیر داده و ویروزا را در سر ما آورده زندگی مره خراب کرده. وقتی که طالب آمد میگه دیگه ای یک دفعه میگفت من میرم ایران باز پس میامد میگفت نه نمیشه ایران چی بخوریم. میگه نمو تو ما ماندیم از سالی که طالب آمده هر روز ما ایران در راه هستیم که بوریم ولی ما قدر بد روز و در بدر هستیم از دست همین مردکه که ما دوتا زن این زن دیگه هم که جدا شدیم دوتای ما یعنی زندگی ما جداست در اگه اولی میشینیم هر کس نانی خود میخوره و پخته میکنه و زن او زن بولانی پخته میکنه روزگار شده بولانی تیر میکنه یعنی سودا میکنه. میگه من خود من خانه در خانه میگردم که کی یک لفک برش جور کنم کی کار خانه داره بر کار خانهش بکنم. میگه دنبال کار هر جایی که میگردم با این برقم در سرم هسته کاری هم پیدا نمیتانم. زندگی مرا تباه و تمام کردی مردکه کتی دو تا اولاد. میگه اینال دختر من دخترم کلان هسته. میگه دختر مرا در سر انباخ داده. البته میگه خواستگار دخترم زیاد داشت. این کسی که آمد دختر مرا در سر انباخ خواستگاری کرد. میگه این یکی از همی ملاهایی که بسیار طالب دوست داره از طالب ها هسته دیگه یعنی خودشان اصلیتشان طالب هستن. میگه این آمد در سر انباخ دختر مرا خواستگاری کرد. میگه این به خاطر پول دختر مرا سودا کرد. میگه دختر من قدر روزگارش بد هست قدر دختر من روزگارش بد هست که دختر من را تا خانه ما نمیمانه و ما چیزی گفته نمیتانیم. من از خاطر دخترم نمیتانم ایران بروم از خاطر دختر نمیتانم از افغانستان برایم. پولی هم ندارم که من جایی بروم ولی مرا این دختر در داده. ایران ماندم زندگی خودم که در گرفت ولی این مردکه دختر مرا هم در داد.
دختر مرا هر روز در قصد کشت میزنه اگر دخترم در جواب از طالب کدام چیزی بگویه. طالب از شوهر من کلان است، این مردکی که دختر مرا گرفته، که یعنی مردم هرات است، ولی میگه من او را طالب حساب میکنم چون او بسیار طالبا را دوست داره، که طالبا کار میکنه، کارشان البته می دولت و چیز است. میگه امروز خواستم برتان بگویم که زنای افغانستان هر چی که میشه از دست خودشان است. اگر من همون زمانی که افغانستان آمد، من همراه این نمی آمدم یا آمده بودم، وقتی که دیدم که این سر من زنک بازی میکنم، مو وقت طلاق مزی می گرفتم، پناه اولادا در خدا، ای تو شاید این روزا پیش نمی آمد که من تو زندگی می تو تباه شد و دخترم هم تباه شد یا می گرفتم زن دیگه گریخت. میگه مطمئن هستم و الان در هر کشوری که هست راحت و آرام زندگی میکنه. من مطمئن هستم و زن خودش کشیده، همون تو که از پیش ای رفت، از پیش او زندگیش ساخته. میگه ما زنای افغانستان راست میگه عزیزان، میگه هر چی که میکشیم از دست خود ما هست. من دست دستی هم خود ما رو بر خودم بدبخت کردم و هم دخترم بدبخت کردم. میگه اینال حیران ماندیم، در چا افتدیم، دخترم در دست طالب است و خود ما در دست یک آدم دربدر گشنه بی پول و بی پیسه، که کتی یک پای عیبی که پایش از پشت او زن عیبی شد که او را لط خورده بود، در کدام جای افتاده بود. میگه لنگان لنگان کارم نمیتانه، در یک دکان رفته شاگرد ششته که یعنی پیش دکان را جارو کنه، میوه دکان را سودا کنه که یک مقدار بیاره دمه یاد او. میگه ما زنای افغانستان، ما ویدیوهای تو را که دیدیم که تو میگی هر چی میشه از دست خود ما هسته، تو راست میگی. ما زنای افغانستان هر بدبختی را که ما دسر که دسر ما میایه از دست خود ما هسته. عزیزان دل، ما بارها برتان گفتیم که هر بدبختی میایه از دست خودتان هسته، راست میگم. میگه اینالی که ما اینقدر شکسته شدیم که اگه ما میالی طلاقم بگیرم ما چی کنم، کجا شوم با یک بچه که ما ای بچه بدون پدرش او نمیخوره، یعنی ای که پدرش دوست داره، من ایره چی تو از پدرش بکنم. ولی از این مردکه قدر بدم میایه که زندگی مرا هم تباه کرد، از دخترم هم تباه کرد و از او زن دیگر هم تباه کرد، او زنی خورد که اونا گریخته رفت از پیشش. میگه قدر بدم میایه که هر روز ما یک سال در سر من زندگی ما تیر میشه، ولی مجبور هستم به خاطر بچه ما ایره ما تحمل کنم، چون بچه ما پدرش بسیار دوست داره. عزیزان دل، ما بارها برتان گفتیم، میگم من ازش پرسیدم که میتونستی طلاق بگیری؟ میگه آه، اگر من میتونستم دو روزه از طلاق میگرفتم، چون زمان پیش از طالب بسیار قانونا بود که دولت، ولی شاید اولادای من را دمه نمیداد و من بسیار مهریه کلان داشتم. اگر من میخواستم میتونستم با مهریه ملیش کنم یا که من بگریزم، میتونستم گریختم از افغانستان، میتونستم راحت از هرات بروم ایران، ولی ای کار نکردم، به خاطر گفتم حیثیت و شرف فامیلم در میان است، من ای کار نمی کنم. خب عزیزان دل، نمی شرف و حیثیت و که ما را بسیار پسمان کرده اینمی هستم که ما همیشه باری سنگینی که پشت سر ما هستم، ما همیشه در او فکر میکنیم، میگیم اگه من مثال ای کار را بکنم فردا شاید بیادرم سرش خم شوه، یا من این کار را کنم شاید مادرم سرش خم شوه، یا من این کار را بکنم شاید مثال اولاد داشته باشم، بگم دخترم یا بچه‌م. اینمی ما را از پیشرفت مندازه و خدا ما را قدر پسمان میکنه. اولش یکش که من خود من که اگوان دفعه فکر میکنم در خود 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 خودم، یعنی خود من را که پیر شدم یا مثال از دست او مردکه روزهای ما دیدم که بدبخت کرد اولادای ما را، یعنی نه که بدبختی خدای نکرده، من نماندم کسی اولاد ما را بدبخت کنه، ولی اولادا در پیش او بدبخت بود تا که من از پیش او کشیدم. خوازیزان چی کنیم، هر چی کردیم، میگه یک مثال است، میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. خودی خواهر ما همی گبه میزنه، میگه فعلا دختر ما در دست طالب هست، دعا کنین که دختر ما هم انباغ داره و هم اولادای انباغم کلان کلان است، که دختر ما از پیش او زنده برایه. دختر ما را خانه ما نمیمانه و ما را هم خانه شان نمیمانه، من یکوان دفعه که میرم
که می فهمه که ما آمدیم، دختر میگم دختر مرا گفته که مادر تا بگو دیگه پایت نمان اینجا. دختر ما کلان نیست، دختر ما کم سن سال است، فقط دعا کنین که دختر ما از پیش او زنده برایه. اگر دختر ما از پیش او زنده برایه بگریزه یا فرار کنه، من یک روز در افغانستان نمیشینم که تو دختر میگریزم. ولی من حالی فعلا دو تا اولاد که یکش دگیر طالب است و یکش پدرش دوست دارم، من در بین دو تا گیره و ماندیم. عزیزان دل، من گفتن نمیتونم، راستم شایدم راست بگویم، شایدم خواهر ما گبش درست است، راست میگه، بعضی ها برای اولاد قربانی میشه. ولی همین که از عمرت یک 30 سال یا 20 سال یا 10 سال زندگیت باقی مانده یا زیادتر 40 سال، چرا نمیشه که امیره تو در خوبی خودتا از امی بکشی و بگریزی، اما دخترتا بگریزان. اگه میفهمی میتونی از دست امو طالب دخترتا بکنی، دخترتا فراری بیتی که دخترت بگریز که بشید بر ایران، بان که پدرش دوست داشته باشه، پدرش میایه بالاخره از پشتش، بشید اگه در خارج برسه میتونه با پول پدرش کمک کنه، بشید اگه پدرش دوست داره میتونه بشید پدرش خارج بخواه. ولی سعی کن دخترتا از چنگالی طالب نمک نشناس نمک حرام دخترتا نجات بده. عزیزان دل، نصف افغانستان زیادترشان طالب است. به خاطر چی؟ به خاطر که مردای افغانستان با طالبش فرق نداره، دور از خوبایش باشه، فکری که یک مرد افغان داره اونمو فکری همو طالب هسته، احساسی که یک مرد افغان داره فکر اونمو طالب هسته. طالب هم در سر منبر میره میگه زن شیطان است، زن نمانین، بزنین زن، بکشین، در سرک نمانین سر زن سرلوش. و یک مرد افغان هم میره میگه، یک مرد افغان، عزیزان دل، یک مرد افغان اگر مثال یک زن مره یا یک دختر را ببینه که یک ذره روشن فکر هستن یا میاد از سوشال میدیا یک چیز میگه، برو در کامنتایش ببین که این دختر چی گفته، این از طالب چی فرق میکنه، این چه فرق میکنه. عزیزان دل، داستانش بسیار دردآور است، یعنی باور کنین، باور به خدا کنین که بسیار سخت است، بسیار سخت است که یک اولادت پاره جگرت در دست طالب باشه و تو نتانی کاری بکنی. میگم من از ترسی که دختر مرا نکشم، دخترم میگم بچم، دخترم تا در خانه تلفن موبایل ندارم که من برش زنگ بزنم کتش گپ بزنم، هرچند که مرا من نمیکنه، ولی بازم من پشت درش میرم، مادر هستم، کتش گپ میزنم، میگم بچم کاری نکن، خدای نکرده تو را بکشه بگه خودکشی کرد، کاری نکن که تو را بسوزانه بگه خودش از سوزان، کاری نکو تو رو درون چا بندازه بگه ای درون چا غلطید، سعی کو که تمام باغت خوب باشی، که تمام باغت دوست باشی، که اگه یک وقتی تو رو کشت یا تو رو خواست بکشه ای هم باغ تو رو نجات بده. میگه تا این حد و تا این اندازه رو من میترسم که دخترم در من میگه نه مادر جان، من نمیکنم، هر کاری که تو بگویی من مرا میکنم. میگم سعی کو بچه های هم باغ تا پایایش بشویی، دسرویش بشویی، کالایش بشویی، امنا را کت خود دوست کو که طالب تو را نکشه، که به خاطر میگه زیاد میزنه دختر مرا چند باری زده. البته عزیزان دل، دختر خورد است، خدا میفهمه که طالب چی بلاها سری میاره که این دختر میزنه. البته یکان کارا میکنه که این دختر در رویش نمیگه که این را میزنه، لدوکوب میکنه. میگه هر دفعه دخترم میگه مرا میزنه، میگه کاری نکو که تو رو در اونجا بندازم، کاری نکو که تو را آتش بزنم، این همه تو دسترت پترول رو مندازم، تو رو یک جای در میتونم. خداوند نیست و نابود کنه عزیزان همچین مردایی را که نام افغانستان را بد کردن اینا، و دعا میکنیم برای خواهر ما که ای هرچی زودتر دخترش از چنگالی از این طالبی حرامزاده بگوییم یا خدا نشناس بگوییم یا کافر بیدین بگوییم، ای از گیر اینا آزاد شود. البته صد رحمت ده او کافر بدینی که دین نداره ولی احساس داره، صد لعنت ده او مسلمانی که دین داره و همه چیز هم میشناسه ولی احساس نداره و قلبش هم از سنگ هسته، خودش هم مثل حیوان هسته. خواهر ما بسیار گریان کردن عزیزان دل و بسیار درد کردن. ما اول
داستان اینا را نمی گرفتم مثل یک داستان دیگه خواهر ما بود، ولی بعد که فهمیدم که یعنی واقعا اینا احتیاج به کمک دارن، عزیزان دل خود من نه، یک نفری را من که در کشور ایران میشینن و در مشهد مقدس که بسیار بر من سفارش میکرد در نیشابور ایران، عزیزان همیشه از من خواسته بود، در کامنت ها نوشته میکرد که اگر کدام افغانی احتیاج به کمک داشت برای من بگو، من در افغانستان باشم برش پول روان میکنم و در ایران هم باشم برش کمک میکنم، که من با اینا در تماس شدم، حتما البته اینا در اینستاگرام و فیسبوک من هست، که من آدرس و شناسنامه چیزایی که اینا آیدی که اینا روان کرده بود من برای آقا روان کردم، که اینا یک مقدار پیسه برای اینا روان کرده و اینا از اینا خواسته که اگر میتونی خودت در ایران برسانی کت دخترت، من تو را بر تو خانه میتوم و جای میتوم تا هر چند وقتی که تو باشی من کمکت میکنم. از این تر آدم ها، از این رقم آدم ها عزیزان من در ایران بسیار زیاد هست که بسیار بر من سفارشات میکنن، البته هستن در اینستاگرام کسی برادر دیگه ما که در نام حسنی فکر کنم حسنی یا مرتضایی هست یا حسنی مرتضوی که بر من سلام علیک روان کرده بود، گفته بود اگه زنی در مشهد هست که احتیاج به کمک داره، سال خورده هست ولی نداره خانه، نداره جای، نداره نمیتونه از خودش مواظبت کنه، ما اتاق دارم که میخواییم برای خدا برش بتم، و کسای دیگه هم هست که برای اینا نان و غذا، و اگه اینا 10 سال هم در موجه زندگی کنه، اینا همسایه هایی داریم ما که من 100% مطمئن هستم که اینا رو کمک میکنه، غذایشان رو میبره. آدم های خیر عزیزان ما در کشور ایران زیاد هستن که بر ما بسیار سفارشات میکنه، و من این خواهر ما را که از شهری زیبا و باستانی هرات ما هست و من این را سپردیم برای آقا که برای اینا یک مقدار پیسه روان کردن و بسیار ازشان تشکری میکنم. اگر ویدیو را میبینن من سپاسگزار هستم از اینا که اینا اینقدر یعنی انسان هستن و قدر انسان دوست که اینا برای یک خواهر مظلومشان که در افغانستان هست و کمک کرده، و برای اینا برای خواهر مام که اینا بر ما پیام دادن گفتن ما پیسهش گرفتیم و ما خرج خانه برای خود گرفتم و بابا یک مقدار کالای زمستانی، بسیار تشکری کردن و دعا کردن، گفت ما در حال گپ زدن هستم با آقا، برای ما گفته که اگه تانیستی خودت بکشی ما بر تو خانه میتوم تا هر وقتی که زندگی کنی، ما در نیشابور ما 4-5 اتاق دارم که یعنی خود ما با زنم 2 تایش استفاده میکنیم، 3 تای دیگهش خالی هستن، که یعنی این قدر اینا را اینا دلش پر کرده، یعنی برش اطمینان داده که تو تا هر وقتی که در نیشابور بشینی تو مهمان هستی بر ما، حتی ما غذای تو را در گردن میگیریم، و کارهایی هم هست در نیشابور که ما میتونیم تو رو سری کار بانیم که تا دختر و دو بچهت که شما زندگی خودتانه از این اسارت در بیایین و زندگی خودتانه در پیش ببرین. عزیزان دل، کمک ما تا اینجا هست که من بتانم از همین طریق هم خواهرای ما رو کمک کنم. بازم از خودم یک کم احساس خوشی میکنم، میگم خدا رو شکر که بالاخره میتونم از یک طریقی نه یک طریقی خواهر ما رو در افغانستان یا در کابل یا در مزار شریف یا در اطراف عزیزان اگه باشه میتونم از این طریق کمک کنم. و اگه عزیزان دل کسایی ویدیوی مرا در افغانستان میبینید و میشنوید و بازم با ما در تماس شوید، و ما اگر در رفتین ایران و ما شماره از آقا را وقتی رسیدین در ایران یا در مشهد، ما شماره همین نفرایی که برای ما این نمبر را میفرستن، من اینا را برتان میتونم، شما با اینا در تماس شوین، اینا نفرای خیر هستن عزیزان من. آقای بهایی با ما در تماس شدن که من بهایی هستم و مسلمان نیستم، ولی من خود من در فعلا در تهران زندگی میکنم. اگر کسی باشه در تهران احتیاج در کمک داشته باشه، من غذا برشان میتونم و جایی برشان میتونم تا یک مدتی را، و حتی برشان کارم ما داریم، کارم برشان میتونم، یعنی بارها بارها برادر ما که داستانش تعریف کرده اینا زندان شدن که اینا چرا بر مردم کمک میکنن و اینا تبلیغ میکنن،
خو عزیزان، مسلمان ها همیشه از خودشان میترسن. یک آدم رحمدل که یک غریب کمک کرد، مسلمان میترسه میگه نکنه دین ما را دوزی کرد. دین دوزی کردنی نیست، اگه یعنی واقعا یک آدم مسلمان یا مسلمان باشه، هیچ وقت کسی نمیتونه دینی او را دوزی کنه. اگه او از مسلمان از اسلام زخم خورده باشه، او دوزی نکنه، خودی هم دنیا اعلام میکنه. چرا که میترسین؟ یالا برادر ما داستانش بر من تعریف کرده، میگه بارها و بارها زندان شدیم خواهر سارا، از خاطری که من افغان ها را کمک میکنم و افغانی ها را در هر جایی من بر اینا غذا بردیم و دیدیم جایی که اینا اشتوکشان مکتب نگرفتم، سعی کردیم که از یک طریق یا پول یا پیسه اشتوک اینا را مکتب بانم. میگه چند بارا مرا دولت زندان کرده که تو میخوای دستر افغان ها یا بهاییت تبلیغ کنی؟ میگه کار من تبلیغ نیست، من عموقع تبلیغ برای خود بکنم که من یک بهایی هستم که مرا در زندگی کردن بانن، اونمون برای من کل چیز است. ولی از جان دل منظورم از این نبود که من از کسی تعریف کنم و از کسی اینجا بد بگویم افغانا بد است. ولی بعضی هایتان سنگباران میکنین که افغانا رو بد میگی و از کشور همسایه تعریف میکنی. من همیشه حقیقت میگم، من حقیقت گوی هستم، داستان میگم، داستان راست میگم، یه چرت و پرت نمیگم. من بعضی ویدیوها رو میبینم چرت و پرت، یک برادر ما ویدیو جور میکنه، اون روز دیدم میگاریانا سعید مرده، او عصیب سعید بودم در پیش ششته گریه میکنه، باور که قلبم از جایم کنده شد. من آریانا سعید بسیار دوست دارم، یعنی به عنوان یک خواهر من دوستش دارم، یک هنرمند افغان که بعدا دیدم نه بابا این ویدیو جور کرده، دروغه، آریانا جان زنده سالم است، با کس دیگه در تماس شدم. میگه نه، ای هر روز یک ویدیوی دروغ جور میکنه. خب ما یه جا آمدیم حقیقت بگویم براتون و از خواهرای ما دفاع کنم. عزیزان دل، من از حقیقت دفاع میکنم. نه، منظور من این نیست که من بیایم تبلیغی کسی را بکنم برای شماها. من این راست براتون میگم، مردم ایران بسیار رحمدل هستن. خب بد و خوب در هر جای داره، در امی امریکا هم بد داره هم خوب داره، در افغانستان، در ایران، در هر جای دنیا. شاید کسایی هست که شما ازش ضربه خوردین که تا نام ایران میایه شما بدتان میایه، ولی من هر جای دیدیم آدم رحمدل دیدیم، آدم خوب دیدیم، من تعریف میکنم. هیچ کسی نمیتونه اختیار کس دیگر نداره. بازم اگه عزیزان خواهرای دوست داشتنی من ویدیوی مرا میبینین و روزگارتان سخت هستن، در سختی زندگی میکنین، در افغانستان میخواین از افغانستان فرار کنین، برین در ایران برین، حتی اگر میتونین مثال جای بند ماندین در این طرف مرز هستین که اینا کاری براتون نمیتونه، ولی در مشهد رسیدین میتونین در تهران در تماس شوین، جایی که من شماره گرفتیم و جایی که مرا آدرس دادن، نیشابور، تهران، مشهد. عزیزان من دیگه فکر کنم همه قصده از شیراز هم هست. عزیزان دل، اگر کسایی رفتین شیراز هم هست، من شماره و نمبر براتون میتونم، با اینا در تماس شوین. اینا کما یک مقداری که میتونن در توانشان هست شما را کمک مالی میکنن، تا یکی که خدایی نکرده از گرسنگی نمیرین، تا سر پای خودتان استاد شوین. نه که یعنی شما را یک عمر ساپورت میکنه، این نیسته، فقط براتان تا وقتی کار پیدا کنین سر کار شوین، براتان یک اتاق میته و یک مقدار غذا و مواد غذایی براتان میخره تا شما روی پای خودتان استاد شوین، یعنی کار پیدا کنین که روز برین کار کنین، شب بیارین بخورین. امی قواعده را بر من کرده و من بر شما میگم. فعلا عزیزان دل، برای خواهر ما دعا کنین که دختر اینا از شنگال شیطان پلید در بیایه، ریسپان شیطان که زنا را میگه، اینا ریسپان شیطان هستن، ریسپان شیطان اینا هستن که اینا در گردانای ما اوزانن. اگه اینا نبودن شاید ما این شکنجه نمیشدیم. خداوند طالب نیست و نابود کنه و طالب پرستارم نیست و نابود کنه و کسایی هم که خواهانی طالب است بازم اونا را نیست و نابود کنم. من میگم آمین، شما هم بگوین آمین. خدا یار و نگهدارتان. عزیزان دل، دوستتان دارم. خدا کنه هر جای دنیا هستید هیچ کدامتان دچار هیچ مشکلی نشوین. خدا یارتان، دوستتان دارم.